حروف الفبای عجیب غریبی رو میخوام بهتون یاد بدم که در زندگی روزمره حتی خود نیتیو ها هم شدیدن در مکالمه های تلفنی رادیویی یا بیسی میشون استفاده میکنن و شما هم باید بلد باشید چرا؟ چون ممکنه زنگ بزنید برای پشتیبانی یک سرویس یا زنگ بزنید برای کارتون یا ویزاتون اومده میخواید زنگ بزنید صحبت بکنید با طرف یا برای کارهای مهاجرتیتون کارهای کاریتون زنگ زدی رئیست میخوای یه موضوعی رو بهش بگی از این حروف الف با ناگزیری و باید بلدش باشی که استفاده بکنی با هم تا انتهای ویدیو همراه باشید تا بیشتر یاد بگیریم حالا ببینیم که این حروف الفبای عجیب قریب چیه اصلا به دلیل شباهت بسیار زیاد و اشتباه شنیداری در مکالمات تلفنی به خصوص یا بی سیمی، یا رادیویی مثلا وقتی که من میگم D شما ممکنه متوجه بشید دارم میگم B و یا وقتی که دارم میگم F شما ممکنه متوجه بشید دارم میگم اس به خصوص این اشتباهات در مکالمات رادیویی و بی سیمی و تلفنی شدیدا اتفاق میفته برای جلوگیری کردن از این اشتباهات که بعضی وقتها این اشتباهات ممکنه به قیمت جون انسانها تموم بشه مثلا تو پروازهای هوایی یا یا مکالمه های بی سیمی یا تلفنی توی ارتباطات رادیویی مثل رادار و کشتی و قطار و هر چیز دیگری این حروف الفبای به خصوص که اسمش نیتو فونتیک Alphabet یا الفبای فونتیک نیتو که به عنوان یک استاندارد در کل دنیا پذیرفته شده و همه باید اون رو بلد باشن این استاندارد استفاده میشه همه این ایتیف ها بلدن و همه اون کسایی که انگلیسی یاد میگیرن باید این رو بلد باشن چون به دردتون میخوره چون کاربوردیه اصلا در کاربردی ترین حالت ممکنش اینه که شما زنگ زدی جایی اسمت رو ازت میخواد یا فامیلی تو ازت میخواد یا آدرست رو میگه سپلش کن اما شما هر چقدر اسمتو میکنی طرف اشتباه متوجه میشه از این استاندارد باید استفاده بکنی مثلا فرض کنیم اسم شما علی رزاست به جای این که بگی A L I R E Z A به این شکل باید اسپلش کنی با این استاندارد بین یعنی باید بگی A for Alpha L for Lima I for India R for Romeo E for Echo Z for Zulu A for Alpha البته به جای فور میتونید بگید از یعنی بگید a از alpha، ال از لیما و به همین ترتیب. حالا در ادامه کل این الفبای استاندارد رو یاد میگیریم. لطفاً تا انتها همراه باشید. A for Alpha B for Bravo C for Charlie D for Delta E for echo. F for foxtrot. G for golf. H for hotel. I for India. J for Juliet. K for kilo. L for lima. M for mike. N for November. O for Oscar. P for Papa. Q for Quebec. R for Romeo. S for Sierra. T for Tango. U for Uniform. V for Victor. W for Whiskey. X for X Y for Yankee, Z for Zulu. حروف الفبای نیتور یا حروف الفبای استاندارد اسپل کردن رو تا اینجا یاد گرفتیم اگر لازمه دوباره تکرارش کنیم حالا میخوایم دو سه تا کلمه با هم تمرین کنیم و ببینیم خوب یاد گرفتیم یا نه به عنوان مثال میخوام کلمه انگلش رو اسپل کنم با استاندارد بین المللی با هم دقت کنیم E for echo, N for November, G for golf, L for Lima, S for Sierra, H for hotel. حالا نوبت شماست. لطفا اسم خودتون رو اسم که دیگه چیز سکرتی نیست اسم کوچیک خودتون رو یا اسم دوست دخترتون رو چه میدونم اسم دوست پسرتون رو در قسمت کامنت با استاندارد بین المللی نیتو اسپل بکنید و به صورت اسپل شده بنویسید تمرین خیلی مهمه بچه ها و یاد گرفتن این روش اسپل کردن به روش استاندارد و بین المللی رو باید بلد باشید. یک روزی قطعا به دردتون میخوره اگر در خارج از ایران باشید و قرار باشه کاری رو انجام بدید پیگیری بکنید به خصوص در مکالمات تلفنی باید این روش رو بلد باشید لطفا در این تمرین شرکت بکنید بی نهایت سپاسگزاری برای همراهیتون درس های دیگه کانال انگلیسی مستاب خوردن و درس های قبلی رو که به صورت دست بندی شده در کانال انگلیسی مستاب خوردن تقدیم شما جانان کردیم رو به هیچ وجه از دست ندید لیست های دستبندی شده بی نظیر و جامعی رو از سال 2013 تا الان خدمت شما جانان تقدیم کردیم که امیدواریم با تمرین و استفاده از اونها رشد بی نظیری رو در یادگیری خودتون رقم بزنید در هر کجای دنیا که هستید آرزوی تندرستی و خورسندی برای شما جانان داریم شما رو به خداوند یکتا و مهربان می سباریم.